دوستان گرانقدر به درس روزی 23 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های روز قبلی ما شما روی ریسیو آیتمز این انتربل گپ زدیم و مثالی که کار کردیم قسمی بود که آیتم هایی که ما ریسیو می کردیم به اساس پرچیز آردر بود، چیزی که ما پرچیز آردر کرده بودیم او نمو تعداد آیتم ما ریسیف کردیم و او را انتربل کردیم. در این مثال ما روی ازی کار میکنیم که اگر ما شما ده دانه را پرچیز آردر میکنیم با یک ویندر و آیتمی که ریسیف میکنیم 5 دانه میباشه، یعنی به این معنا آیتم هایی که ما ریسیف میکنیم متفاوت با تعداد آیتمی که ما در پرچیز آردر کرده بودیم متفاوت باشه. این چه قسم ما شما در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم. فرض مثال ما ده دانه را پرچیز آردر کردیم با یک ویندر، ریسیف کردیم 5 دانه را، یا 5 دانه را ما پرچیز آردر کردیم ریسیف کردیم 10 دانه را. این حالی چه قسم ما ایره در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم؟ امروز روی ازی کار میکنیم. خب باز ما میاییم در روی یک ویندر ما کلیک میکنیم، ویندری که بنامی جان مایک یاد میشه و این ویندر ما خارجی است. بر ازی ما یک پرچیز آردر میکنیم، میاییم روی ویندرز و در این قسمت create purchase order انتخاب میکنیم. در اینجا وقتی که نام ویندر انتخاب کردین برزو تاریخ مشخص میکنین که purchase order با کدام تاریخ برزی کردین. مثلا ما برزی ویندر در تاریخی 5 purchase order کردیم، 5 ماه سپتامبر، و purchase order نمبر چند است؟ purchase order نمبر 2 است، به خاطر از که یک purchase order به مشتری داخلی مقدم بودیم و این نمبر چند میاد؟ 2 میاد. این وقت شما تغییرات میارین که اگر اشتباه شده باشه دیگه اینجا 4 نشان میداد، من پرچیز آردر چند کدم؟ 2 انتخاب کردم چون نمبر 2 بود. اینجا تاریخ ادرسی این موندر ما میای و اینجا ادرسی کمپانی خود ما میای. بعد از که تاریخ انتخاب کردین، کار دومی که انجام میدین شما تعیین کردن اکسچنج ریت است. اکسچنج ریت واحد خارجی که دلار است ایره به هم کرنسی ما شما که افغانستان، یک دلار که واحد پولی خارجی است چند افغانی هم کرنسی ما شما میشه؟ ما میگم که یک دلار مساوی میشه به 75 هم کرنسی افغانی ما شما. ایره که مشخص کردین برز و آیتم شما مشخص میکنین. اگر از این قبلا شما آیتم مشخص کردین باز در اینجا ریت زیر به افغانی نشان میده و سیستم ما شما اشتباه میشه، مثل که یک پرچیز آردر ما به اینمی وندر قبلا کرده بودم، در اینجا از پیش ما شما در اونجا اشتباه شده بود و اینجا ریت به افغانی نشان میده، او را من دلیت کردم. بس اکسچنج ریت مشخص کردم که یک دلار این قدر افغانی میشه. بعد از میایم آیتم ها رو مشخص میکنم، میگم که از این نفر ما امی اردو مدل بیتری را پرچیز آردر کردم برش، به مشکل اردو مدل چارجر را برش پرچیز آردر کردم و اردو مدل اسکرین برشان که از دل است ایران آردر کردم و تعدادش مشخص میکنم که بعد بر از این نفر ده دانه ازی را آردر کردم، ده دانه ازی را دادنی، تمام از این مدل ها را ده تا دانش چی کردیم؟ آردر کردیم. در اینجا قیمت هایش برای ما به دلار نشان میدن که یک دانه از امی دل بیتری که دی 14-15 است چند دلار میشه؟ برای ما میگه 6.67 دلار میشه. ده دانه ازی 66.70 دلار میشه. اگر ایره در نظر بگیریم که سکرینی دی 610 است، یک دانش تقریبا 20 دلار میشه، در دانش 200 دلار میشه. مجموعش برای ما نشان میده مجموعا اینمی پرچیز آردر از 113.40 دلار است که به افغانی 61005 افغانی میشه. اگر کدام پیام به ویندر نوشته میکنی در اینجا او را ذکر کو، در غیر از او نیاز نیست. بعد از ما شما چه کار میکنیم؟ روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. سیو این کلوز کلیک کردین شما ببینین در هیستری اینمی ویندر ما شما که بنامه جان مایک است یک دانه پرچیز آردر اضافه شد. آردر نمبر پرچیز آردر نمبر از چند است؟ 2 با کدام تاریخی را پرچیز آردر کردیم؟ با تاریخی 5 مای 9 2020 و از چه قدر پول است؟ از 113. وقتی که ما شما پرچیز آردر میکنیم مثل که قبلا هم براتون گفتم، نه به اکانت پیبل ما شما کدام تاثیرات را میاره و نه هم به اینوینتری ما شما، یعنی نه اکانت پیبل ما زیاد میشه و نه اینوینتری ما زیاد میشه، به خاطر از اینکه ما یک پرچیز آردر کردیم با وندر ما آیتم ریسیو نکردیم. وقتی که آیتم ریسیو نکردید تو نه قرضدار میشی نه اینوینتری ما شما اضافه میشه. بعد از او اینمی وندر ما شما که به نام جان مایک است برای ما آیتم روان کرد،
وقتی که آیتم روان کرد به این معنی که ما آیتم ریسیف کردم. وقتی که آیتم ریسیف کردی تو باید چی کنی؟ ریسیف آیتم بگویی در برنامه کویک بوکس که ما آیتم ریسیف کردیم. وقتی که در برنامه کویک بوکس آمدی ریسیف آیتم گفتی و اگه امرایش بل باشه انتر بل کلیک میکنین. خب پس ما آمدم گفتم آیتم ریسیف کردم، امرایش بل هم بود، ایره انتخاب کردم. ایره که انتخاب کردم آیتم از کی ریسیف کردم؟ میگم از جان مایک. وقتی که ایره کلیک کردی یک ویندوی دیگه باز میشه، برای ما میگه که میخوای که پرچیز آرڈر آئی که به اینمی ویندر تو اگزیست است پیش ما، او را برد پاس کنیم در هیستری ما. میگیم بله یس انتخاب کن. وقتی که یس انتخاب کردی برای ما میگه تو برای زمی یک دانه پرچیز آرڈر کردی. آیا اینمی آیتمی که تو ریسیف کردی به اساس اینمی پرچیز آرڈر است؟ اگه باشه انتخاب کو اوکی کلوک، اگه نباشی را کینسل کو، خودت آیتم ها رو مشخص کو. ما میگم بله ما آیتم هایی که ریسیف کردیم به اساس اینمی پرچیز آرڈر بود، ما یک پرچیز آرڈر کردم به اساس زمو ما آیتم انتخاب ریسیف کردم. اوکی کلک. وقتی که اوکی کلک کردین شما مکمل ریکارد زمو پرچیز آرڈر را ایچه برای ما کاپی میکنن، دیمی بل برای ما او رو چی میکنن؟ میاره برای ما. خب ما میگم بیادر سعیستا ما زمو جان مایک هست آیتم ریسیف کردم به اساس اونمو پرچیز آرڈر، مگم کوانتیتیش متفاوت است. در اینجا سال کنین برای ما میگه که اونم پرچیز آرڈر از $113 بود، مگم اگه ما کوانتیتی ازی رو تغییرات بیارم، ما برش بگیم که کوانتیتی ازی از امی هر کدام ازی ما دادان را پرچیز آرڈر کده بودم، برای ما روان کده پنج دانه را. اینال شما اگه ببینین اماؤنت دو که هست با $406.70 رفت پایین شد و به افغانی چقدر میشه؟ اینمی $3,502.50 میشه. دیگه شما دیدین اینجا تغییرات اینجا آمد. یعنی هدف میست که اگر شما پرچیز آرڈر از 10 دانه کده باشین و ریسیو آیتم 5 دانه کدین، به این شکل شما او را اینجا ریکارد میکنین. بعد از او خب پرچیز آرڈر که ما کده بودیم تاریخ 5 بود، آیتم که ریسیو کردیم تاریخ 10 بود. این حال وقتی که آیتم ریسیو کردید تاریخ 10 و بل دو دیت ازی باید چی باشه؟ یک ماه بعدن ازی باشه. در اینجا سر کنین ما قدسی یک ترمز سیت کرده بودیم که بیادر وقتی که ما از تو چیزی را میخریم within 30 days در مدت 30 روز پول شما باید پرداخت کنیم، از 30 روز باید تیر نشه از تاریخ زو. در اینجا شما ببینین تفاوت بین اینمی تاریخ و بل دو که هسته یک ماه هسته. ما تاریخ 10 مای 2020 ما آیتم ریسیف کردم و برای ما میگه که تاریخ 10 مای 2020 باید تو تا این تاریخ پول بر از این نفر پرداخت کنی. اگر پرداخت نکدی شاید بالای شما یک اکسترا چارجز اپلای کنه. خب بعد از اون وقتی که این کار کردین ما شما بعد از اون سیو این کلوز میکنیم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین انالی در اینجا اگر ببینید در هیستری ازیمی وندر ما شما که به نام جان مایک است $406.70 اضافه شده و این دلار که است بالای ما شما اکاونت پیبل است، برای خود وندر که است اکاونت ریسیویبل است. در اینجا مگه شما ببینید یک بل جور شد و بل از چقدر دلار است؟ از $406.70 است. هر وقت که بل جور میشد پول اونمو بل که است بالای ما شما اکاونت پیبل است، به مو خاطر در اینجا اکاونت که با او لینک شده ای ترانزیکشن او اکاونت پیبل است و ای اکاونت پیبل که است $US است، یعنی دلاری امریکایی است. و اینجا اگر شما ببینید پرچیز آرڈر در اینجا برای ما ای با اکاونت پیبل لینک نیست، ای با یک اکاونت دیگه که به نام پرچیز آرڈر یاد میشه با او لینک است. انال اگر ما شما بیاییم در بخش اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورشیت ما شما ببین اینوینتری ما شما چی شده؟ اضافه شده. به خاطر از اضافه شده که ما 5 دانه را داشتیم و 5 دانه را دیگه خریدیم. ای که اگر شما میخواستین ببینین که ای 10 دانه که شده از کی را ما خریدیم، چقدر از کدام وندر خریدیم، به خاطر دیدن از ما شما میایم در ریپورت، در ریپورت که اومدین در بخش اینوینتری ری اینوینتری والویشن دیتیل کلیک میکنین. وقتی که روی ازی کلیک کردین در تاریخ که است آل انتخاب کنین که ریپورت آل نشان بده، آل دیتا برای ما نشان بده. در اینجا ببین برای ما میگه دل بیتری که است تو دو مدل داری، یک دی 1415 است، یک دی 610 است. صحیحه. در دی 1415 که است تو دو دفعه خریداری کردی، یک دفعه 5 دلار از جان مایک خریداری کردی، باز 5 دلار از پاور لینک خریداری کردی که ایره خریداری کردی در تاریخ 25 خریداری کردی، اوره در تاریخ 10 خریداری کردی، مجموعه از چقدر میشه؟ 10 دانه میشه. بعد از اون که است دی 610 که است 5 دلار از جان مایک گرفتی به تاریخ 10 و 5 دلار دیگه را به تاریخ 25 از پاور لینک گرفتی که مجموعه از هم 10 دانه میشه که مجموعه مکمل دل بیتری که است 20 دانه پیش خودت میشه. به مو شکل پیش ما 20 تانه از دل چارجر میشه و به مشکل 20 تانه از دل سکرین میشه مجموعه شه و مجموعه آیتم هایی که
بشی ما است 60 دانه آیتم یعنی بساسی کانتیتی آن هند که 60 دانه میشه دیگه ایج استپ بای استپ برای ما ریپورت شنش ها میده حالا اگر ما شما بیاییم در بخش اکاونت پیبل ما شما در کمپنی سنپشارت بریم ببینین اکاونت پیبل ما که است هم اضافه شده یک اکاونت پیبل ما خود سابق بود که $3,500 بود که از موندر افغانی ما خریداری کردیم در اینجا اگر شما ببینین اکاونت پیبل با یو ایس با یو ایس دلار یک دیده دوستای ما که است در اینجا اشتباه میشه بیادر میگه ما خود اینقدر دلار خریداری نکردیم تقریبا 400 چند دلار بود اونمو 400 چند دلار را برای ما چی کرده ضربی 75 کرده در اینجا برای ما به افغانی نشان میده چرا هم کرنسی کویک کمپانی ما شما که است افغانی است در اینجا برای ما میگه یک اکاونت پیبل تو که است یو ایس هست مگه میره چی کرده اکسچنج کرده به افغانی اگر شما میخواین که چقدر دلار ما قرض هستن باز اگر شما بیاین در اینجا دلیس بین روی چارت اف اکاونتس کلیک کنین در اینجا دو دانه اکاونت پیبل است یک دانه اکاونت پیبل ما شما که است به افغانی است یک اکاونت پیبل ما شما یو ایس دلار است اکاونت پیبل ما که به افغانی است 3500 افغانی است اکاونت پیبل ما شما که به دلار است 406.70 دلار است یعنی اینقدر دلار قرض هستیم و اینقدر افغانی قرض هستیم اینال اگر ایر ما شما ضرب بزنیم به امو 75 افغانی اگر ما بیایم در مینوی ادیت بیایم در اینجا یوز کالکولیتر انتخاب کنیم و در اینجا بگیم که 75 بگی ضرب کو به 406.70 دلار چقدر میشه مساوی میشه با 3502.5 اگر ما بیایم در کمپانی سناپ شات کلیک کنیم این میره ببینید با او هیچ تفاوت نداره 3502.50 افغانی پس هدف ما این بود که در اینجا پولی که برای ما نشان میده اکاونت پیبل ای کلش به هوم کرنسی ما نشان میده بین به افغانی نشان میده اگر ما بیایم در ریپورت بیایم در کمپانی فینانشال بیایم در اینجا در بالانس شیت اگر ببینیم در اینجا هم برای ما نشان میده اگر ما در اینجا آل ریپورت انتخاب کنیم که مکمل ریپورت نشان میده برای ما در بخش لایبیلیتی اگر بریم ببینیم شما برای ما میگه که تو لایبیلیتی یا چقدر است مجموع لایبیلیتی که تو داری اکاونت پیبل تو که 61,002.50 افغانی است که یک اکاونت پیبل تو یو ایس دلار است که ایرا اکسچنج کرده با چی با هوم کرنسی ما شما افغانی که میشه 3502.50 و دیگه ایش که 3500 میشه اگر تو میخواستی که از این قدر دقیق تر ببینی که مثلا برای ما نشان میده که چند دلار بود ضرب کدام چقدر افغانی کرده باز بیاین در کستومایز ریپورت که آمدین دینی قسمت که برای ما فلتر گفته ببخشین فکر کنم ای در اینجا برای ما نشان نمیده اگر ما روی ازی دبل کلیک کنیم باز برای ما نشان میده روی ازی ما دبل کلیک میکنیم در اینجا برای ما نشان میده اگر شما بخواین که ای افغانی چقدر دلار بود اینالی ای رو دبل کلیک کردین بیاین در کستومایز ریپورت که آمدین دینی قسمت شما ببینین در اینجا در پایین اگر شما بیاین در اینجا برای ما مو اکسچنج ریت شو برای ما نشان میده که با چقدر افغانی اکسچنج شده خب ما میایم در این قسمت پایین اینجا است فارین کرنسی اگر شما ببینید خب کرنسی را برای ما نشان بدی و اکسچنج ریت شو نشان بدی و بعد از اوکی کلیک میکنم این حال شما اگر ببینید برای ما میگه که اینمی 3500 چی که است 502 که است ای ضرب شده 75 خب چقدر دلار میشه دلار شما دست بشیم در اینجا میایم باز تا پایین میایم در این قسمت در اینجا ما فارین کرنسی را باید هم اد کنیم کی واسه پیش ما شما مانده در قسمتی بالا بود فکر کنم نه پایین است ببخشین میایم در این قسمت در اینجا سوری در اینجا چی را انتخاب میکنیم فارین بالانس انتخاب میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردین ببخشین ایجا آمده ما هیچ فکرم نبود ای طرف نشان داده برای ما در اینجا است برای ما میگه فارین بالانس که است ای در حقیقت 406.70 دلار بود که ایره ضرب زده در 75 که اینقدر افغانی شده دیگه دوستا به این شکل شما میتونین که ریپورتش ها ستیپ بای ستیپ ببینین دیگه اگر باز هم کدام سوال داشتین میتونین که در چنل یوتیوب ما اگر شما این ویدیوی ما را میبینین در اونجا در کامنت نظرتان با ما شریک کنین اگر در صفحه فیسبوک ما شما این ویدیو را میبینین در صفحه فیسبوک در بخش کامنت نظرتان با ما شریک کنین انشاءالله ما شما کوشش میکنیم که مرحله به مرحله متو پرکتیکال پیش بریم دیگه ای بود درس امروز ما شما